نیست. اینو در نهایت باید بکنه انرژی زیستی، در نهایت باید ATP تولید بکنه. باتریش این شکلیه، اوکی. و این رو هر موقع نیاز داشت مصرف میکنه. می نویسم در فرایندهای انرژی خواه سلول ATP مصرف می شود. باتری سلول اینه. پس این انرژی زیستی که میگیم یعنی آتپه. پس همه سلول ها میتونن بالاخره یه نوعی از انرژی رو از محیط بگیرن، نوری، شیمیایی یا هر چیزی، و از اون انرژی برای تولید ATP یا انرژی زیستی استفاده کنن. هر موقع هم تو سلول نیاز داشت این ATP رو مصرف میکنه، میشه جذب و استفاده از انرژی. که یک فصل در 12 شما اصلا اختصاص پیدا کرده به همین، به همین چند خطی که من نوشتم. یه فصل مجزاست، یکی از مهمترین فصل های کنکور هم هست، چون خیلی ترکیبیه. چرا؟ چون همه سلول ها این ویژگی رو دارند. یعنی اون فصل راجع به همه سلول ها صدق میکنه، همه سلول دنیا، و من خیلی فصل ترکیبی و مهم نیست. خب بچه ها، ATP به نظرتون چه نوع انرژیه؟ جزء کدوم دسته از انواع انرژی محسوب میشه؟ من سوال دارم چشم جواب میدم الان. علی بله. نه ببین آقا، انرژی که سلول بخواد استفاده کنه دیگه. ممکنه سلول رو بذاری تو محیط گرمش کنی، آره گرما داره واردش میشه، به دردش نمیخوری، تو گرمش میکنی فقط. خب انرژی که بخواد استفاده بکنه رو از محیط جذب میکنه، میکنه آتپه، انرژی زیستی. بله ببین، ATP در واقع یه مولکولیه که توش پیوند پر انرژی وجود داره. جلوتر من توضیح میدم که چجوری از این استفاده میکنن. اینو یه تیکش رو که قیچی میکنن، کلی انرژی رو آزاد میشه، سلول از اون انرژی استفاده میکنه. یعنی هر جا انرژی نیاز داشت این ATP میاد، یه تیکش رو قیچی میکنه سلول، یهو کلی انرژی آزاد میشه، از این انرژی استفاده میکنه. اوکی؟ و تو سلول در واقع ذخیره میشه دیگه. بله نه، نوع انرژیشو دارم میپرسم بچه. بله جینا درست میگه، مولکول دیگه، یعنی انرژی زیستی، انرژی شیمیاییه، انرژیه که تو پیوندهای شیمیایی است، پیوندهای پر انرژی بهش میگن، که وقتی شکسته میشه اون پیوند، یهو یه حجم زیادی انرژی چی میشه؟ آزاد میشه. بنابراین انرژی زیستی، اینجا ذکر میکنم براتون، نوعی انرژی شیمیاییه، انرژی شیمیاییه. اوکی؟ خب تا اینجا سوال نداریم بچه ها؟ اگه سوالی هست بفرمایید من جواب بدم. من این ویژگی ها رو بگم و بعد خدافظی بکنیم. 3 ویژگی پاسخ به محیط، تولید مثل و سازش با محیط میشه 3 ویژگی آخر همه جانداران زنده. من چند دقیقه از کلاس هم حالا گذشته، ایراد نداره این چند دقیقه رو باشین که این مبحث تموم بشه. بچه ها پاسخ به محیط از ویژگی همه جاندارانه. ببین جاندار توی محیطی داره زندگی میکنه، خب برای تحت شرایط محیط، تحت در واقع اثر شرایط محیط قرار میگیره. خب همه جانداران، نمیگم هر سلول، هر جاندار باید بتونه نسبت به شرایط محیطش یه پاسخ مناسبی بده. خب مثلا شما وقتی یه گرگ بدو سمتتون، دیگه ریلکس نیست، تپش قلب میگیری، فشار خونت میره بالا، ماهیچه‌هات پرخون میشن و میترسی، میخوای فرار کنی. این میشه پاسخی که بدن تو به ترس در محیط مثلا میده، یه نوع پاسخه. یا مثلا شما رو صدا میکنن، در اثر شنیدن اون صوت که حالا اسم شماست، برمیگردی، یه پاسخی داری میدی، یه رفتار داری نشون میدی. اوکی؟ همه جانداران به محرک های محیطی چی پاسخ میدن؟ مثلا حالا این مثال زده، گفته ساقه گیاه به سمت نور یک جهت، به یه طرف گیاه، تو خونتون اگر یه گیاهو بذارید بغل پنجره، چون نور از یه طرف بهش میخوره، دقت کنید میبینید بعد یه مدت ساقش به سمت نور کج میشه. این جزء یک در واقع مثالی از پاسخ به محیطه که جاندار میتونه بر اساس ویژگی های محیط پاسخی به اون محرک ها بدهد. یه نکته خاصی هم نداره، این ویژگی است که طبیعتا وجود دارد دیگه، خیلی زحمقانه ایه.